من بیشتر توجه کردم به اینکه پس از اصلاحات ارضی شاه محبوبیت زیادی پیدا کرده بود و او هم از این نهایت بهره‌برداری کرد. مردم هم با کمال میل برنامه اجتماعی او رو تأیید کردند. بنابراین در اون موقع شاه از نو توانسته بود محبوبیتی بین مردم برای خودش ایجاد بکنه، ولی متاسفانه به تدریج شاه این تأیید مردم رو به صورت درستی تعبیر نکرد، چون توقع مردم این بود که آزادی بیشتری داده بشه و به تدریج این مردم باشن که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. ولی شاه برعکس این فکر میکرد که چون اون رأی در مورد اصلاحات ارضی و بقیه مواد که معروف شده بود به انقلاب شاه ملت مردم رأی مثبت داده بودن، همیشه هر کاری بکنه تایید خواهند کرد، در صورتی که خب اینقدر صحیح نیستش، به خصوص برای مردمی که پیش از پیش شمار تحصیل کردنش زیادتر میشد، مردمی که با دنیای آزاد بیشتر رابطه پیدا کرده بودند، به خصوص در سالهای آخر سلطنت شمار ایرانیانی که به خارج میرفتن فوق‌العاده زیاد شده بود و خودش فنومن تازه‌ای بود که نشون داد که به هر حال این مردمی که بیرون میرن متوجه میشن که در دنیای آزاد چه خبر هستش و برمیگردن به کشور خودشون و مقایسش میکردن. بنابراین نتوانست از این امکانی که براش به وجود آمده بود استفاده بکنه و مملکت در راه بیفته که امروز من و شما در اینجا نباشیم، در کشور خودمون باشیم. و اما در جلد هفتم به خاطر اینکه مقدمه واقعی، یعنی در قسمت اول کتاب و یادداشت‌های علمه، این مربوط میشه درست به موقعی که این اصلاحات ارضی انجام شده و شاه میخواد حالا سلطنت بشه، حکومت بکنه، نه فقط سلطنت، ولی با وجود همه اینا باز هم مردم در این مرحله کم و بیش طرفدار شاه هستن، به خصوص در بخش خصوصی، چون شاه اونا رو تشویق میکرد، خیلی برای اونها مهم بود و اونها به شدت پشتیبان شاه بودن. این را البته اون وقت من توضیح دادم که از چند مرحله شروع میشه، برای که مرحله اول واقعا وقتی که شاه به سلطنت رسید کاری نبود و یه جوان 22 ساله‌ای بود که در بدترین شرایط سر کار اومده بود، مملکت روس، ارتش روس و انگلیس اشغالش کرده بودن و او و سیاست دولت هم خواه نخواه تحت تاثیر توقعات روسیه و انگلستان بود و به خصوص انگلستان در این مورد به شدت اصرار داشت که اصلا شاه را عوض بکنن و کسی دیگر جاش بیارن. اگر هم هیچ کدوم اینها نشد، حتی به جمهوری هم راضی بودن، ولی که دیگه از خاندان پهلوی اسمی نباشه. ولی خوشبختانه این وسط محمد علی فروغی که گذشته از دانشمند بودن سیاستمدار تراز اولی بود، توانست به این متفقین بفهمونه که اگر شما میخواهید در این کشور آرامش بتوانید برنامه خودتون رو برای کمک رساندن به شوروی انجام بدید، همین شاه از هر کسی بهتر خواهد بود و مملکت آرومتر میمونه، مردم کسیگر قبول نخواهند کرد. شاه هم در اون سالهای اول فوق العاده از این جریان استفاده کرد، یعنی خیلی محبوبیت داشت، خیلی شاه در خیابون ها میدن تک تنها با اتومبیل که خودش رانندگی میکرد از شهر به شمیران میرفت یا به هر نقطه دیگر و این خیلی هم طبیعی بود. شاه هیچ چیزی نداشت، ابایی نداشت که بیاد میان مردم، چنان که چندین بار این کاری کرد، یعنی اومد میان مردم و خیلی هم مورد استقبال قرار کرد. کلته از همه استثنایی ترش موقعی بود که آذربایجان آزاد شد و شاه برای بازدید آذربایجان و کردستان به اون نقاط سفر کرده بود که در اونجا با
استقبال بی‌نظیری روبرو شد و موقع بازگشتن به قدری خیابانه که شاه باز از اون عبور میکرد شلوغ بود که تصورش نمیشه کرد، که من خودم از نزدیک شاهد بودم، یعنی از نزدیک دانشگاه تهران که اون موقع آغاز شهر از طرف شمال غربش بود، میدیدید که چه موجی از مردم جمع شدند از تمام این خیابان شاهرضا و پهلوی، پیاده رو و اتومبیل رو همش مردم گرفته بودن، یعنی راه عبور وجود نداشت، این باور نکردنیه. و شاه هم که اومد عبور بکنه سوار یه جیپ بود، جلو واستاده بود، خیلی با ادب سلام میداد، مردم هم احساسات شدید در کنار اتومبیلش، یعنی فاصله مردم با شاه یه متر دو متر بود، او باکی نداشت و میدونستش که توی میان مردم محبوبیت داره و بنابراین احتیاج به گاردی چیزی نیست، یعنی با یه چنین شرایطی که دو ساعت طول کشید که خیابان شاهرضا رو طی بکنه و آخرم در اون از به وارد خیابان پهلوی شد، به هر حال وارد جزئیاتش نمیشم، ولی یه ترتیبی دادن که از یه راه دیگری بره و یه ماشین دیگری رو ببره که بتونه بره به کاخ. منظورم این است که شاه با یه همچین محبوبیت روبرو بود، ولی در این مرحله هم شاه متاسفانه این رو درست نکرده، فکر کرد که این باعث میشه که باید اختیارات خودش بیشتر بکنه، به همین دلیل اولین کاری که کرد ملف سنا رو به میدان آورد که هیچ احتیاجی بهش نبود و قوام سلطنه واقعا در اون مورد باید گفت درخشان ترین سیاستمدار ایران اون دور بود. در دو نامه به شاه کاملا فهموند که این کارها غلطه و حتی یادآور شد که پدر شاه یعنی رضا شاه با تمام قدرتی که داشت به مجلس دست نزد و بی خودم دنبال این نرفت که یه موردی رو که در قانون اساسی نوشته بودن درباره تشکیل مجلس سنا ولی هیچ وقت این رو اجرا نکرده بودن او بی خود زنده بکنه و با همون صورتی که پدرش احترام به همون مجلس شورای ملی میگذاشت این هم بگذاره، ولی خب شاه گوشش بده این کار نبود و میخواست حتما مجلس سنا رو درست بکنه و قدرت خودش بیشتر بکنه، این کار هم کرد و مجلس سنا مطابق اون میل که خودش داشت نصفش خودش انتخاب میکرد، سناتورها به نصفش هم مردم انتخاب میکردن دو درجه، یعنی مردم اول یه عده انتخاب میکردن در حدود چند صد نفر و اونها از بین خودشون می اومدن با نصف سناتورها به انتخاب کردن، انتخابات درجه دو بود، جنبه شوخی هم داشت برای اینکه بین هم ساخته بودن و در نتیجه اون کسانی که مردم میلشون بود به مجلس سنا راه نیافتند، ولی خب این جریان هم راه با زمانی بود که به تدریج مسئله نفت بالا گرفت و در نتیجه توجه زیادی دیگه به مسئله مجلس سنا نمیشد اگر چه تشکیل شده بود، جریان نفت به جایی رسید که شاه ناچار شد در خلاف میل خودش ولی ناچار شد که از دکتر محمد مصدق درخواست بکنه که دولت تشکیل بده، او هم قبول کرد به این حساب که بیاد هم مسئله نفت حل بکنه و هم قانون انتخابات تغییر بده، این دوتا ماده بود که دکتر مصدق برای دولت خودش معین کرد و خب مردم هم با یک هیجان فوق‌العاده از او پشتیبانی می‌کردند و واقعا هرچی او می‌گفت برای مردم حجت بود، در برابر اون مخالفان که خارج از یه عده‌ای که طرفدار دربار بودن تعدادشون کم بود چندان زیاد هم نبود اما از همه بیشتر حزب توده فکر میکرد که باید اینجا با دکتر مصدق مبارزه بکنه، ولی اونها هم کارشون به جایی نرسید و مصدق هم اصلا اهمیتی به اونها نداد و خواهناخواه قدرت خودش همچنان مستحکم بود، ولی مردم منتظر بودن کاری بشه که وضعشون بهتر بشه چون درآمد نفت قطع شده بود و اینا منتظر بودن که نتیجه بگیرن،
پنج بار دولت ایران با در سه بار با انگلستان و دو بار با انگلیس و آمریکا مذاکره کردن. مذاکرات اول بیشتر همین بود که نفت 50-50 تصمیم بکنن که خب ایران قبول نداشت. مورد سوم پای بانک جهانی رو به اون کشیده بودن. بانک جهانی هم اومد و برنامه که ترتیب داده بود بدون اینکه منظوری داشته باشن، ولی به صورتی بود که در عمل 60% درآمد نصیب ایران میشد. این رو هم دولت ایران قبول نکرد. در این مورد آمریکا پادرمیانی کرد و دو پیشنهاد آوردن جلو. پیشنهاد اول واقعا قابل ایراد بود، اصلا قابل فهم درست نبود که میخوان چه کار بکنن و دولت دکتر مصدق رد کرد. پیشنهاد پنجم دقیقا چیزی بود که ایران میخواست، یعنی این آمدن گفتن آما دقیقا هر چی که شما میخواید همون رو انجام میدیم، به این معنی که نفت مال شماست، از هر جای دنیا که میخواید شما میتونید کارشناس بیارید. برای اینکه تا قبل از اون میگفتن باید کارشناسایی که در شرکت نفت انگلیس و ایران بودن اونا رو برگردونید. اینجا در این مورد گفتن هر کس از هر جایی میخواید بگیرید و نفت رو اضافه بکنید، به ما هم نفت رو به قیمتی که شرکت های تولید کننده نفت که به بازار میدن به شرکت های توزیع کننده میفروشند و ما بدید. چون هم یه بحث خیلی کلی داشت که تقریبا یه چیزی شبیه 30% تخفیف میدادن در هر جای دنیا، چه در خود اروپا، چه در آمریکای لاتین و چه در آمریکا. در همه جا همین حالت بود که اگر یه خریدار عمده میخواست خریدار رو چیز نفت بخره، با یه ترتیبی یه چیزی در حدود 25% یا چیزی یا 70-30% تقریبا تخفیف میگرفت که بتونه تو بازار بره بفروشه. و این که شما بیایید تمام کاری که شرکت های نفتی میکنن قبول دارید و خب این خیلی خوب بود. خود دکتر مصدق هم قبول کرد که این خوبه و به بیان که باهاش نسبت هم داشت و رئیس شرکت نفت بود گفت که روز بعد با فاد روحانی بیان که دیگه مذاکرات شروع بکنن و جواب دولت مشترک انگلیس و آمریکا رو بدن. ولی روز بعد که اینها میرن به خونه دکتر مصدق، میگن که حسیدی و دکتر شایان از اونجا خارج شدن از اتاق مصدق و اینا وقتی تو میرن مصدق داد میزنه که آها دیدید داشتن با سر ما رو کلا میذاشتن. معلوم شد که این دو نفر رأی دکتر مصدق تغییر دادن. علت این بود که این دو نفر خودش رو دیگه درباره نفت مداخله میکردن، کوچکترین اطلاعی از بازار نفت دنیا نداشتن، تازه شده بودن مشاور دکتر مصدق. دکتر مصدق هم با این حرفا خیلی زود تسلیم میشد و این یه موردی هم اون سرتیپ ریاهی که خودش به عنوان رئیس ستاد ارتش انتخابش کرده بود، او هم در کارش با دکتر مصدق میگفت هر کسی نفر آخر باشه که پلی مصدق میره حق با اون خواهد بود. و اینه که اینها وقتی میرن تو اتاق دکتر مصدق میگه نه این احتیاج رو نداریم و نمیتونیم این کاری بکنیم، مذاکره بکنیم. این باعث شدش که دیگه انگلیس و آمریکا دیدن که هیچ چاره‌ای ندارن، برگشتن سر اینی که بیان توطئه بکنن با همکاری کسانی که در داخل کشور به شدت ناراضی بودن دیگه و می‌دیدن که وضع خراب شده و می‌خواستن وضع تغییر بکنه. یعنی هم ارتش نگران شده بود و هم طبقه ای که طبقه شهرنشین که اینا خیلی خیلی نگران وضع بودن. و به هر حال اینا خلاش باید شدش که در 28 مرداد کودتا معروف شده که ولی از نظر حقوقی حالا قابل بحثه، ولی به هر حال سرلشکر زاهدی اومد سر کار، دولت دکتر مصدق افتاد و مسئله نفت هم از اون حالش بیرون اومد. از اون به بعد هم شاه سعی کرد که خودش همه کاره باشه، ولی تا زاهدی سر کار بود باز مقدار زیادی اجازه این کار نمیداد. خود او هم با قدرت کار میکرد و از وزیراش پشتیبانی میکرد، وزیرها را اجازه نمیداد همینطوره هر کسی میخواد بره پلو شاه. ولی با رفتن بود وضع خیلی فرق پیدا کرد و دکتر اقبال که وزیر شده بود ازش در مجلس استیضاح کردن. او در پاسخ گفتش که من از اعلیحضرت اجازه میگیرم بعد جواب شما میدم، چون دولت سیاست نداره، سیاستی که ما داریم سیاست شاهه و او تعیین کننده است، بنابراین او باید به من اجازه بده که به شما جواب بدم یا ندم. یعنی خلاصه به کلی زیر پای مجلس و قانون اساسی میزد با این حرف.